بسم الله الرحمن الرحیم. جبهه آزادی افغانستان از مخالفان مسلح طالبان میگوید که به احترام ماه رمضان عملیات نظامی خود را به صورت یک جانبه تا پایان روزهای عید الفطر به تعلیق در میآورد. این جبهه روز دوشنبه 21 حد در اعلامیه‌اش گفته است که تا هنگامی که مورد حمله طالبان قرار نگیرند و تهدید مستقیم متوجه افراد پایگاه و موازیش نباشد، عملیات علیه طالبان انجام نمی‌دهد. جبهه آزادی افزوده است که در صورت مشاهده اقدامات تحریک‌آمیز گروه طالبان مانند آزار وضعیت، برخوردهای غیر انسانی و خشونت آمیز علیه شهروندان به ویژه بانوان، نیروهایش متناسب به موقعیت، زمان و گسترده وقوع چنین برخوردها اقدامات فوری را روی دست خواهد گرفت. باید افزود که جبهه آزادی بیشترین حملات چریکی را علیه طالبان انجام می‌دهد. حملات این جبهه در شهرها از جمله شهر کابل متمرکز است. این جبهه ادعا دارد که در 2 سال اخیر 230 حمله علیه طالبان انجام داده است و در این حملات 600 عضو طالبان کشته و 700 عضو دیگر گروه طالبان زخمی شده است. این در حالی است که طالبان یک نظامی پیشین اهل پنجشیر را از کابل بازداشت کرده است. منابع محلی میگویند که طالبان یک عضو نیروهای پلیس حکومت پیشین که اهل ولایت پنجشیر میباشد از شهر کابل بازداشت کرده است. با گفته منابع، این پلیس پیشین شفیع احمد نام دارد و روز شنبه 19 حوت از ناحیه 9 شهر کابل بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات منابع، شفیع احمد بعد از سقوط حکومت پیشین در کابل زندگی میکرد و با هیچ گروه مخالف طالبان ارتباط نداشت. با این حال هنوز روشن نیست که طالبان این عضو نیروهای پلیس حکومت پیشین را به چه دلیلی بازداشت کرده است. ادارات امنیتی طالبان در کابل تا اکنون در این مورد اظهاری نظر نکردند. باید افزود که طالبان پیش از این نیز بارها باشندگان ولایت پنجشیر را از شهر کابل بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز چیست؟ نظر خیشا در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.